خوش آمدیم به جشن انجیر در باغ بلند. به به، چه جشن پایکوبی هم. به دنبال صدای موسیقی از لای درختای انجیر به اینجا رسیدیم، به این باغ پربرکتی هستش با انجیرهای زرد و خیلی جالبه. این انجیرها بالاش داغه، پشتش یخه یخه، یعنی اینجوری آفتاب که میکنه از اون رد نمیشه و چه برگای زبری داره، مثل سنباده است. ما در بلندای سمرقند هستیم، در باغ بلند، در باغهای انجیر که میگن قدمتی چند صد ساله داره. لای این درخت ها جشن رو گرفتن، تاقی گذاشتن، چای میدن و انجیری میخورند و سازی میزنند و میرخصند. ما هم میپیوندیم، البته با صدای موسیقی. زیبا میخوام از شبکه 24 ساعته ازبکستان، خوب هستین؟ رسم انجیر خوردن به ما یاد بدن، بفرمایید. انجیر انتخاب کنین. پس این رنگش درست باید باشه. از من انتخاب، این خوب است. نه؟ بعد چه کنیم؟ بعد باز میکنیم. بعد اینجوری مثل قند عروس، سر عروس ما. خیلی خوشمزه، سپاس از شما، متشکرم، خانم زیبا. نقشه باغ‌های انجیره که می‌بینیم و انواع انجیر که چند نوعه، ولی دو نوعش رو بیشتر اینجا ازشان رو بخوریم، یعنی الان آماده نبوده. ما اینجاییم، کوچولوه، از این جاده اومدیم. خیلی ممنون. این همه باغ‌های انجیر اینجا هست و فصلش هم هست و اینم گروه
تمنا رقص انسامبل. آه تمنا رقص انسامبل. یعنی گروه رقص تمنا. که برای ما میرقصید نه؟ با آهنگ؟ بله؟ خواهش میکنم. رقص انجیر. البته ما هم اینجوری میگه انجیر. رقص ازبکی هست. جشن انجیر چه خبر است؟ اول لباس ها و پوشاک و پارچه های ازبک اینجا هستش با عروسک هاش خوب هستن؟ سلام. سلام. چند هست اینا؟ دستنگتون 35,000 35,000 یعنی 3 دلار و نیم 4 دلار تقریبا 4 دلار هیچی نیست خیلی ارزونه اینا چند هست؟ بای 350,000 350 خدا ما همشه میکنه همه سیو... دست کنه بله کار دست لازمه به حرفی نیست خیلی عالی 350 یعنی حدود 38 دلار 38 دلار و در جاهای مختلف هم میز گذاشتن که مهمونا بیان مخصوصا که الان زمان جشنواره هستش و از کشورهای مختلف اومدن اینجا منتظرن که همه بیان و بشینن و هم انجیر بخورم و هم چای در این فضای پر از سایه روشن. باغدار اینجا هستن ایشون آقای معروف آهنگ تموم شد خدا شد خوب هستین شما فصل انجیر و جشن انجیر البته اینم ناگفته نماند این اولین پوشاک انسان بود حضرت آدم بعدا با استفاده کردن به عنوان لباس همتون بله برگ انجیر بود در گفته هایی که هست در کتاب آفرینش خب جناب این از که اینم میوه انجیر جنتی است بله از بهشت است داستانش چه این چه خاصیت هایی داره برای شما بین مردم هزار درد دوا گفتگی هست جدا هزار درد که هست دوا انجیر است جدا؟ بسیار حتی نمیشه یک چیزی این همه خوب باشه انجیر در ازبکستان بساره بله لیکن این انجیر با تاریخ خودش بسیار تاریخ دراز داره بله برای انجیر دو فایده آب و هم آفتاب داره هم شمال داره یعنی باد آب رحمت آب رحمت تاریخی داره برای همین این انجیر مکمل برای انسانیت دو فایده های انسانی داره بسیار برای حقوق بشر هم خوب خواهد شد من فقط بگم به خاطر آب و هوا اینجا و معجزه این باغ‌های انجیر این منطقه است و جای دیگه فرق داره و هر باقی هم انجیرش فرق میکنه با باقی انجیر اساس باغ ما انجیر انجیر زرد سیاه و اینا از سیاه سیاه مزهش کمتره نه؟ این گرچه که مزهش کمتر باشه دکی این خاصیت های دیگر داره این چوه سیاه سوال ده این زرد بله انور افتاب سیاه میشد میدونه انور افتاب بله بله اگر که نور گیر نور گیر اگر خاصیت آب و هوا میگیره خاصیت افتاب تو این هست افتاب ها یعنی هوا دیگر خاصیت افتابی میگیره پس بنابراین انجیر سیاه یا انجیر قرمز طعم افتاب رو داره خاصیت های افتاب رو خودش ضبط کرده
خیلی ممنون. اینم ما یاد گرفته. بسیار عالی. اینجا هم مرباش هست که ما نمیتونیم ببریم چون سنگینه تو چمدان، تو سمکه ها. و خشکش هم هست، من دیدم اینجا که خوشبختانه خشک خیلی نرمی هم هست. هر یک انسان هر روز دو دانه خشک بگیره، بله، با شیر بجوشونه، دا کننده برده بخوره جدا سلامت میشه، سلامت بله، باید با شیر بجوشونی. ابن سینا هم اینا گفته. همتونه سپاس. اینجا چه خبر؟ امروز جشن شماست یا دولت گذاشته؟ این برای که از خارج مهمان ها آمدن، برای که مهمان ها بیان خودشان بینن، گردن، دم بگیرن، برای که مهمان ها خورتن شدن و بفهمن که فهمن که انجیری چخیل است. از بازار دیگر، از درخت کنده خوردن دیگر است. بله بله، و این واقعیت داره. انجیر باید تازه واقعا هم از درخت بکنه، چون انجیرهایی که ما میخوریم خب بیشتر تو مغازه ها مونده. خیلی وقتا انجیری که تو لندن ما میخوریم اصلا سفت و ترشه مزهش، یعنی اصلا نرسیده هنوز. نه برای این دیگه آفتاب سیاهش کرده، حتی رنگ زرد. بگیریم اکنیم اینجوری کنیم من شراب برو. بسیار عالیه، خیلی مثل غذا است، مثل خوراک است. خیلی متشکرم. در شهر سمرقند در ازبکستان، این شهر تاریخی با ماشین‌های پرسرعتش که دارن از کنار ما رد میشن، میزبان جشنواره موسیقی است که دو سال یک بار اجرا میشه، دو سالانه جشنواره ترانه شرق. و ما به اینجا آمدیم که این جشنواره رو ببینیم و ببینیم در این شهر چه خبرها بود و ما از آن بی‌خبر بودیم. عقلم دیوانه در از ترکمنستان اومدن، خواننده شون مادرشون از ایران هم، بقیه هم از ترکمنستان. فارسی اصلا نمیتونن سوال کنن، زبان ترکمنی، ترکمنی سوال کنن. اسم گروهشون یعنی کاج آرچابیل. ایشون خوش اخلاق. خوش اخلاق ما خواستیم با خواننده‌شون صحبت کنیم، میره، واسه همین صحبت نمیشه کرد، احساس راحتی نمیکنه. واسه همین بهتر روی صحنه ببینیمشون، ببینیمشون که چه میخونن، چه میزنن. سازا رو که دارن باز میکنن، به به این دوتاره، به به میشه ببینم. ولی دوتاریه که پشتش خیلی گردتر هستش. بس به. و دستش هنوز همون دسته باستانی گرد هستش، البته ما هم داریم در خراسان.
Sultan bu birimiz mi kırmızı yanağından Alo Samarkand Aşkabat geri kaç Dikli dağdım dikli dağdım dağdım geri kaç dikli kaç geri kaç geri kaç geri kaç geri kaç geri kaç و حالا بیشتر از هر کسی در این جشنواره و در این سمقن که بودیم این خانوم ها توجه همه رو جلب کردن به خاطر لباس زیبا و رنگینشون و بسیار شکل جالبی داره، یعنی انگار از داستان ها بیرون اومدن. از کره جنوبی هستن، گروه ایوسو که یک کلمه انگلیسی صحبت نمی کنن، فارسی هم بلد نیستن، بنابراین مجبور از ایشون میخوام که روسی بلده که فیلم بردار ما بعدا برای ما ترجمه کنه. پروین جان خانم ازبکی هستن که برای ما به زبان روسی میگن که این گروه از کجا اومده و چه میشه. یکن تل باده بند گروپ ایلسوی اینی پریخل از یوژنی کاریه بودت پیس نسانالنی پیسنی کاریه. خانم های کاریه که اینجا هستن خیلی ممنون از خانم پروین که ترجمه کردن. چهار آهنگ خواهن خون به روش سنتیه که کره‌ای که بدون ساز خواهد بود. ببینید چه خواهند کرد. Thank you very much. Thank you. Thank you. قفص همیشه دل آدمو میآزارد و مولانا میگه بلبل چون صداش زیباست در قفص نگهش میدارن. یه پرنده دیگه هم اونجا هست، دوست داشتیم آزادش کنیم، حیف نمیتونیم، دستمون کوتاست. و بدون شک با الهام از طبیعت هست که موسیقی هر کشوری ریشه‌هاش ساخته میشه و در روی تخت گروه سمرقند برای ما مینوازد. Ah.
جشن سالیانه انجیر رو نگاه میکنید که در شهر سمرقند برگزار شد، که همزمان بود با جشنواره موسیقی که دو سال یک بار در این کشور برگزار میشه. در کنار انجیرها با قسمتی از موسیقی بومی ازبکستان هم آشنا شدید. ایشون آقای ارکین قیطروف هستن، از خوانندگان قدیمی اینجا که مدرسه موسیقی هم دارن درس میدن. لطف کردن اومدن برای ما یک آهنگ خوندید اول ده. که آهنگ عشاق سمرقند بود. عشاق سمرقند از آهنگ قدیمی اینجاست. قدیمی آهنگ است. یک آهنگ دیگه هم برای ما اجرا میکنم با لباس سمرقندی. با اسمش چی هست این کتی که میپوشید؟ کتی چپان. با چپان و ملی چپان دوبه و دوبه برای ما اینجا چپان و دوبسه دوبسه. بفهمه خواهش میکنم شما بفهمه اینجا. من لباس تنشون میکنم و بعد اجراشون رو میبینیم با رقص. Senin kemalin, senin kemalin.